در کتاب شم و لنگری که گوشه ای از آداب و رسوم زرتشتی ها رو مطرح کرده نگارش کتایون مزداپور به کوشش ویدا انتشارات هیرون سومین انتشارات زرتشتی ایران هم اومده این کتاب رو چاپ کرده شب یلدا و جشن خورم روز میاد میگه نخست نام یلداست بر این شب اطلاق می شود واژه یلدا اصلا با تولد و میلاد و ولادت از یک ریشه است واژه سوریانی بوده است سوریانی اصلا نامی بوده است حالا ریشه لغت و میرسد به اینجا که در صفحه شماره 77 میگوید شب یلدا شب زادن آفتاب و روشنی است به این دلیل که حالا طولانی ترین شب سال هست و از شب از فردای شب یلدا قرار هست روزها به سمت طولانی شدن بروند و شبها کوتاه بشوند نماد و مظهر آفتاب و روشنی را ایزد مهر مینامند در مورد ایزد معمولا ترجمه به مل... فرشته می شود ما هم گفتیم تسامحا برای اینکه به ذهن شما نزدیک بشود معنای ایزد رو فکر کنید حالا فرشته تسامحا معنای دقیقش خدایانی بودند در ایران باستان که زرتشت یا زرتشتی ها یا اون موبدان زرتشتی برای اینکه این, که این... افرادی که قائل به این خداها بودن حفظ بشن اینا رو تحت عنوان ایزد آمدن در آینه زرتوش مطرح کردن ایزد با ملک یا فرشته خیلی تفاوت داره همینطور که اهریمن با شیطان خیلی تفاوت داره ایزد مر در آینه زرتشتی از میترا میترا که ریشش کجاست هندو ایرانی بازمانده است یعنی همون ایزدانی بودند که در ایران باستان بودند آین هندو ایرانی بر باورها و عقاید مشترک میان ایرانیان و هندوان اطلاق می شود به این معنی که در هزاری سوم و دوم پیش از میلاد مسیح یعنی دو تا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح می شود زمان حدود پنج تا شش هزار سال پیش نیاکان ایرانیان و هندوان با هم میزیستند اعتقادات مشترکی داشتند و زبان و باورها و عقاید و آین مشترکی داشتند پس ریشه شبه یلدا برمیگردد به یک رسم هندو ایرانی قبل از زرتشت اگر بگیم زرتشت بعد از کمتر از 5000 سال قدمت داره و این ایزد تبدیل شدنش به ایزد ایزد مهر تبدیل شدنش بعد از آین زرتوش بوده است که تبدیل به ایزد شده اگر ما همچین نظری رو داشته باشیم ریشه این بحث شبیه الدا می شود یک سنت حالا هندو ایرانی در آن روزگار میترا یا میترا را به عنوان نوری معنوی میپرستیدن نکنید میپرستیدن نه اینکه میگفتن این پاک است و پاک کننده است و چست میپرستیدن که پیش از طلوع خورشید سر میزند در واقع مهر خورشید و آفتاب نیست چیه اما با نور و نور معنوی خورشید و آفتاب ملازم است اون نوری که اون روشنایی که قبل از طلوع آفتاب قبل از رؤیت آفتاب دیده می شود اون مهر است نام خود خورشید نیست مهر با ظهور زرتشت زرتشت پیامبر برخی از باورهای کهن از صافی آموزه های گاهانی و آسمانی او گذشت یه سری اعتقادات ایرانیان باستان داشتن قبل از زرتشت آقای زرتشت اومد یه فیلتری صافی گذاشت و همینا رو که نمیتونم نفی بکنم که بالاخره مردم به اینا باور داشتن چیکار کنیم یه تغییراتی درش بدیم در مورد عزت بهرام همون شطور پرنده ای که یا شطور تبدیل شونده که در اوستا آمده بودن همین بود دیگه عزت بهرام گفته بودن قبل از زرتشت بوده است ولی تغییراتی توش دادن. نگرش داشتن برای آین زرتشت. این هم همینطوره بحث یلدا هم همین بوده یعنی در ایران باستان بوده است با ظهور زرتشت پیامبر برخی از باورهای کهن از صافی آموزه گاهانی و آسمانی و او گذشت خدایان کوهن هم برخی باز ماندن و به صورت ایزدان اوستایی و ایرانی در آمدن عزیزان این که میگن ایزد فلان ایزد بهرام ایزد فلان ایزد های ایزد مهر که میارن این ایزدها ها اسم فرشته نیست خدایان ایران باستان میپرستین میگفتن خدا ایزد مهر هم یکی از اینها بوده حالا زرتشت آمده میگه اهورا مزدا چه کار کنیم این ایزت ها رو نه توان و جرأت حذف کردن این هاست و نه قدرتش وجود داره و نه به صلاح است چه کار کردن گفتن یه سری تغییرات بدیم آقای هاشمرزی رضایی تصفیه کرده بودی تغییراتی دادن گفتن میپذیریم این رو این بحث ایزد مهر هم همین بوده خدایی بوده است تحت عنوان مهر پرستیده میشه در ایران باستان زرتشت اومد گفت حالا این ایزت مهر ایزد مهر یکی از آن ایزدان است ایزدان برخلاف خدایان پیشین داستان تولد ندارن خب اگر ما بخوایم بگیم شب چله شب یلدا محل زمان تولد ایزد ایزد مهره اصلا تولد نباید داشته باشه این ایزد آین زرتشتی با این گونه مخالفت جدی دارد عزیزانی که میاد میگید این شب چلده مال آین زرتشتی هست اصلا مگه باید بر اساس تفکر شما میگه ایزدان مگر تولد دارن که بگی شب چله, چله تولد ایزد مهر است پس مثلا جشن میگیریم فلان اینها تسلیحی که کتابی که انتشارات ایران چاپ کرده است در مورد آین زرتوش من دارم براتون میخونم ها میگه آین زردش با این گونه اساتیر مخالفت جدی دارد یعنی اگر شما ما باشیم و آین زرتوش باشیم میگه جمع کنید شب چله رو شب یلدا چیه دارید میگیرید میگید ایزد به دنیا آمد این بر اساس تفکرات زرتشتی چیه مخالفت داره تصریح کرده این کتاب وقتی میگوییم شب یلدا شب تولد مهر است حالا توجیه و تعویل چه می شود در واقع اولا زبانی استعاری و نمادین به کار برده این مثل اینه که یه دینی بیاد بگه خدای من فلان روز مثلا به دنیا آمد این استعاری مثلا به کار بردیم و منظور ما بلند شدن روزها از آن شب به بعد است سانیان این نکته مهمه سانیان این عقیده را نمیدانیم از کجا آمده است مثلا معلوم نیست این ریشه این اعتقاد کجا بوده اگر بنا بود شب چله آینی زرتشتی باشد و آینی باشد که زرتشت آورده است در آموزهای زرتشت باشد خب تصریح می کند شم اولنگری کتاب تازه چاپ شده در انتشارات یک زرتشتی‌ها کتایون مزداپور به کوشش ویدا نداف گوشه از آداب و رسوم زنده زرتشتیان می میکنه بابا مثلا این شب چله این مهر... نمیدونیم ریشش کجاست از کجا آمده پس به اسم یک آموزه دینی زرتشتی ها تحویل مردم ندیدین رو